جبه مقاومت وضعیت بلخاب را با استراب و نگرانی عمیق دنبال میکنیم. ششمین دور نشست سران کشورهای حاشیه حزر در اشقابات آغاز شد. بیش از 100 هزار افغان در سال گذشته در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند و همچنان در پایان خبر تکان دهنده به تمام مقاومتگران شمال. جبهه مقاومت ملی میگوید که کشتار مردم بیگناه بلخاب به دست طالبان را به گناه شدید محکوم کرده و وضعیت بلخاب را با استراب و نگرانی عمیق دنبال میکند. این جبهه روز چهارشنبه 8 سرطان با نشر اعلامیه گفته است که جبهه مقاومت ملی از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان، کشورهای جهان، اتحادیه اروپا و همه سازمان‌های دفاع از حقوق بشر می‌خواهد تا با محکوم کردن جنایت ضد بشری که طالبان مرتکب شدند، هیئت‌های حقیقت‌یاب را برای بررسی این جنایت‌های تکان دهنده به بلخاب اعزام کنند. جبهه مقاومت تصریح کرده است ما ضمن تقبیه کشتار زنان، کودکان و مردان غیر نظامی از سوی جنایتکاران گروه طالبان در بلخاب، پشتیبانی از مردم این مناطق را مسئولیت وجدانی خودمان می‌دانیم. این در حالی است که چند روز بدین سو درگیری ها میان طالبان و نیروهای مولای میدی مجاهد در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل آغاز شده است. پیش از این نیز سازمان های حقوق بشری از نقض قانون های جنگی از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده بود. ششمین دور نشست سران کشورهای حاشیه حزر در اشقابات آغاز شد. در این نشست کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان شرکت کرده و سخنرانی خواهند کرد. روز گذشته نیز وزیران خارجه کشورهای ساحل حزر برگزار شده بود. بیش از 100 هزار افغان در سال گذشته در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا میگوید که بیش از 100 هزار افغان در سال گذشته میلادی از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. بر اساس گزارش جدید این آژانس، شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو این اتحادیه در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. روز سه‌شنبه 28 جون این آژانس اعلام کرد که در سال 2021 میلادی در کل حدود 648 هزار تقاضای پناهندگی در کشورهای عضو این اتحادیه را ارائه کردند. بر اساس این گزارش، بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی از سوریه بوده که تعدادشان به 117 هزار تن میرسد و افغانستان با 102 هزار درخواستی در جایگاه دوم قرار داشته است. توافق نامنهاد طالبان با بزرگان پنجشیر. بزرگان قومی ولایت پنجشیر در یک توافق با طالبان از این گروه خواستند که نیروهای خود را از تمام خانه های مسکونی، مساجد، مکاتب و کلینیک های روستاها خارج کنند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، بر اساس این توافق طالبان پس از این از تلاشی خودسرانه خانه ها دست می کشند و موارد مشکوک را در تفاهم با مسئولان ادارات محلی و با حضور ملای امام مسجد و نماینده روستا تلاشی خواهند کرد. همچنین مطابق خواص بزرگان، روستاهای پنجشیر نیز نیروهای طالبان حق گرفتاری های خودسرانه افراد و بازرسی موبایل های شخصی مردم را نیز ندارند. گفته شده است که محل استقرار نیروهای طالبان در توافق با مردم روستا جای انتخاب شود که از لحاظ امنیتی اطمینانی باشد و در صورتی که صاحب خانه کرایه خواست، کرایه‌اش را پرداخت شود. هدف دهلی نو از برقراری روابط حسنه با طالبان. 8 صبح کابل. هند به عنوان یک دولت متمدن و قدرت جهانی الهام بخش نمیتواند به عنوان یک معاملگر فرصت طلب رفتار کند. خوششانسی و موفقیت ائتلاف تحت رهبری پاکستان در سرنگونی یک نظام مبتنی بر قانون اساسی که از حمایت ایالات متحده در افغانستان برخوردار بود، تحولات غیر منتظره ای را بر آفتاب کرده است. در حالی که تعداد قابل توجهی از لابی های غربی و منطقه‌ای طالبان در حال فاصله گرفتن از جشن پیروزیشان هستند، هند با فرستادن یک هیئت بلندپایه دیپلماتیک به کابل تحت اشغال طالبان همه را شگفتی زده کرد. این دیدار نقطه اوج ماها سیگنال دهی و دیپلماسی آرام دهلی بود. تنها چند ساعت پس از تسلط طالبان در سال 2021، هند اولین کشور بود که بلافاصله سفر همه مردم افغانستان به هند، از جمله دانشجویان و بیماران که دارای ویزای معتبر هند بودند را ممنوع کرد.
در یک تصمیم مهم اما نه به طور گسترده، هند تصمیم گرفت از درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان برای باز کردن مکاتب دخترانه خودداری کند و همچنان در مورد بدتر شدن وضعیت در افغانستان سکوت کرد. جهتگیری آشکار هند را می توان به عنوان نمونه از سیاست های واقعی، برتری منافع ملی و سطحی بودن ارزش ها و احساسات در دنیای حابزه سیاست بین المللی توصیف و درک کرد. موضع بی‌طرفانه هند در قبال درگیری روسیه در اوکراین نسخه هندی سیاست خارجی اول هند اول منافع کشور هند را آشکار می کند. با این حال معاشقه دیلی با طالبان پرسش های را ایجاد می کند. منافع استراتژیک کلیدی هند در افغانستان چیست؟ چگونگی یک نزدیکی بالقوه هند و طالبان می تواند چنین منافعی را تامین کند؟ آیا طالبان قصد و یا ظرفیت اجرای وعده‌های خود را دارند و برعکس هند چگونه با گروه‌های اجتماعی زیر طالبان تعامل خواهند کرد؟ آرزوی هند برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی با همسویی با رژیم غیر قابل قبول مانند طالبان چگونه برآورده خواهد شد؟ هند به عنوان هدف اتحاد گروه‌های متخاصم. افغانستان برای هند یک نگرانی امنیت محور است، به ویژه در ارتباط با ستیزه جویان اسلامگرا، قاچاق مواد مخدر و جنگ نیابتی. هند هدف اصلی اتحاد این سه فاکتور است. پیروزی طالبان دو هدف مهم ایدئولوژیک و استراتژیک اسلامگرایان مبارز و حامی پاکستانی آنها را تحقق بخشید. ایجاد یک حکومت ناب اسلامی در قلب آسیا و تأمین عمق استراتژیک پاکستان، این دو مفهوم پیش‌شرط‌های لازم برای دستیابی به هدف دیرینه دیگر اسلامگرایان یعنی جهاد در هند است. هم سوابق تاریخی و هم زیرساخت‌های موجود در حمایت از پیوان متعصبان مذهبی، جنگجویان قبیله‌ای و جاه‌طلبی‌های جهانگشایانه وجود دارد. محمود غزنوی اولین کسی بود که بیش از 1000 سال پیش جنگجویان قبیله‌ای را از منطقه مرزی افغانستان پاکستان برای حمله و غارت هند به خدمت گرفت. بریتانیا استراتژی مشابه را برای تضعیف و در نهایت سرنگونی پادشاه مترقی افغانستان امان‌الله خان در اوایل قرن 20 به کار گرفت. در اوایل جنگ خود علیه هند در سال 1948 پاکستان ارتش قبیله‌ای را برای حمله به هند بسیج کرد. رکن مرکزی استراتژی ضد شوروی غرب در افغانستان، تأمین مالی و حمایت از مجاهدین از طریق عملیات اداره اطلاعات مرکزی سیا به نام عملیات سیکلون بود. چشم‌انداز ژیو استراتژیک پاکستان برای افغانستان ایجاد یک وزیرستان بزرگ است که توسط طالبان منزوی بی‌رحم و جزم ارندش اداره می شود و تمام سازمان ملل متحد کمک های بشردوستانه غرب تأمین مالی می شود. در عوض وزیرستان بزرگ به مرکز عمده برای تولید، آموزش و پناه دادن به گروه های مختلف از جنگجویان قبیله اسلامی است برای بازارهای مختلف تبدیل خواهد شد. جزئیات این خبر را در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. سپاس که تا این دم با ما بودید. شب روزتان خوش.